با مجموع برنامه های روش تجزیه و تحلیل آثار نقاشی کلاسیک از کتاب استاد مرتضی گودرزی در خدمت شما هستیم. لطفاً تا انتهای این برنامه همراه ما باشیم. سپاسگزارم. درباره تجزیه و تحلیل آثار نقاشی با همه تغییراتی که از نظر ساختار و محتوا از ابتدای پیدایش تا کنون داشته، به عنوان یک زبان ارتباطی و یا حداقل یکی از ابزار ارتباط مطرح بوده است. این وسیله تجلی مفاهیم، ایده ها، آرمان ها و آرزوها همچون بسیار دیگر از امکانات ارتباطی برای استفاده بهتر و فهم عمیق‌تر نیاز به شناخت بیشتری دارد. هرچند که مخاطب آثار هنری و در زیر مجموعه کوچکتر نقاشی آگاهی بیشتری به جوانب مختلف یک اثر داشته باشد، می تواند آن اثر را بهتر درک کند و زوایای پنهان آن را دریابد. فهم بهتر آثار نقاشی موجب می گردد که مخاطب و یا هنرمند آینده و نوآموز و هنرجو بتواند با این زبان تصویری صحیح‌تر، عمیق‌تر و بهتر است و مفاهیم درونی خود را به مخاطبین خویش نیز انتقال دهد. برای اینکه روش درس و فهم و به قولی برخورد با آثار نقاشی را بیاموزیم، محتاج به شناخت دو جنبه اساسی این آثار هستیم. ابتدا ساختار یا صورت، سپس محتوا. صورت یا ساختار در واقع قالب و اساس کلی اثر هنری را تشکیل می‌دهد و محتوا هویت اثر هنری را از نظر نگرش و بینش هنرمند نقاش نشان می‌دهد. اما از نظر بسیاری نکته حائز اهمیت تقدم ساختار بر محتوا است. تقدم ساختار بر محتوا نه از حیث اولویت و ارجحیت، بلکه به عنوان تقدم در فهم و زبان تصویری است. بدین گونه قدم اول و مهم در درک اثر نقاشی آشنایی و تسلط بر زبان ساختاری آن است. بخشی از آشنایی با ساختار به شناخت مبانی هنرهای تجسمی برای هنرجو، نقاش و هنرمند باز می‌گردد. عناصر این مبانی نیز نقطه، خط، سطح، رنگ، بافت و سایر عناصر تجسمی، کیفیات و ویژگی‌های متنوع و پیچیده آنهاست که هنرمند نقاش با ترتیب آنها به خلق اثری دست می‌زند. نقاش بر اساس چگونگی ترکیب این عناصر و استفاده از آنها زبان خاص خود را می‌نمایاند و از این طریق مفاهیم ذهنی، عواطف و احساسات خود را در رابطه با آنچه که دریافته است به دیگران انتقال می‌دهند. در ارزیابی آثار هنری علاوه بر مواردی که تقریباً مشترکات همه نقاشان، هنرمندان و صاحب نظران هستند، نقطه نظرهای زیبایی شناختی و ذهنیت فردی و بسیاری دیگر از عوامل بر چگونگی این ارزیابی و سنجش تاثیرگذار می‌باشند. در اینجا و چند مجموعه دیگری که در پی خواهیم گفت، تلاش کردیم که بر مشترکات مورد توافق که به گونه قراردادی نیز شدند استناد نماییم. اما به هر حال با تغییر و تحول مکتب‌ها، سبک‌ها، روش‌ها و گویش‌های هنری نیاز به شناخت نسبی نقطه نظرها و دیدگاه‌های گوناگون و زیبایی شناختی خالقین آثار هنری وجود دارد تا با استناد به این گونه امکانات ارزیابی و شناخت ضمن پی بردن بیشتر به عمق ساختار این آثار امکان تکامل و رشد فرد نیز فراهم گردد.
بدهید.